Hello everyone! اسم من سنمه و امروزم با یه برنامه قصه گویی به زبان فارسی دیگه مهمون خونه های شما هستم. امروزم چون که منو خیلی خوشحال کردین بذارین بهتون یه سلام درست حسابی بکنم. سلام گلای خندون، سلام بادندون، سلام بیدندون، سلام به هر پرنده که توی باغ میخنده، سلام به دشت و دریا، سلام به کوه و صحرا، سلام به روی ماهم، همه شما بچه‌های خوشگل که نشستین توی خونه هاتون رو دارین این برنامه رو تماشا میکنین. امروز مثل دفعه پیش قراره که با هم دیگه شعر بخونیم، از روی کتاب داستان قصه بخونیم و چیزای جدید یاد بگیریم. امروز مثل این که برنامه یه مهمون جدید داره. این کی میتونه باشه؟ خوب نگاش کنیم. این کسی نیست جز پروانه. پروانه نگاه کنیم ببینیم چه بالای قشنگی داره. یه بال داره، دو بال داره. اگه گفتیم رنگ بالاش چه رنگیه؟ نگاه کنیم. پروانه رنگ بالاش نارنجیه. دیگه چی نارنجیه؟ آفرین، چیزی که من پوشیدم هم رنگش نارنجیه. دیگه چی نارنجیه؟ خوب نگاه کنین دور و برتون رو. برگای رو درخت چطور تو فصل پاییز؟ اونا هم نارنجی هم. شما میتونین یه میوه ببرین که رنگش نارنجی باشه؟ آفرین، میوهی که رنگش نارنجی باشه پرتقاله. پس همه اینا رنگش نارنجی. حالا که امروز پروانه جون اومده مهمون برنامه ما شده، بیاین با یه آهنگ خوشحالش کنیم. اگه که حاضرین با هم شعر پروانه رو میخونیم. 1 2 3 پروانه یه کوچولو با بالهای خسته زیر آفتاب تو باغچه رو گل نشسته، مثل کتاب رنگی بالهاشو باز کرده اون به تماشای گل من کنار اون. پروانه یه کوچولو با بالهای خسته زیر آفتاب تو باغچه رو گل نشسته، مثل کتاب رنگی بالهاشو باز کرده اون به تماشای گل من کنار اون. پروانه جون بیا بشین اینجا استراحت کن حسابی که خستگیت در بره. بذاریم بگم الان چه خبره اینجا. یه پیشی هست تو خونه من، میاد بعضی وقتا مهمونی. پیشی مال همسایه است، اما خب چون من خیلی دوستش دارم بعضی وقتا میارمش خونه خودم. پیشی صبحای خیلی زود دوست داره که بیدار بشه. هر آتیشی که بگین میسوزونه. چپ میره، راست میاد، از در و دیوار میره بالا، چیزا رو پرت میکنه، با توپش بازی میکنه، هی میزنه اینور، هی میزنه اونور. الان فکر میکنم وقتیه که پیشی دیگه خیلی خسته شده.
انقدر که شیطونی کرده ها، وسط روز دوست داره بره چرتشو بزنه. خب بذاریم من برم پیشی رو بیارم اینجا بغلش کنیم، با هم براش لالایی بخونیم تا پیشی رو بخوابونیم، بلکه اینطوری بتونیم به برنامه خودمون برسیم. یه دقیقه صبر کنیم من پیشی رو بیارم. الان رفتم پیشی رو آوردم، اینم از پیشی. پیشی حالا که فهمیده اومده تو برنامه انقدر مؤدب شده، پیشی جون قربونت برم، کارا چی بود میکردی؟ همه خونه رو به هم ریخته بودی؟ یکم خجالت میکشه، صداش در نمیاد. پیشی خودشو واسه ما موش کرده. حالا اب نداره پیشی جون، بیاین با هم دیگه شعر پیشی رو بخونیم، یک کمی آروم شیم، پیشی بگیره بخوابه، انقدر آتیش سوزونده از صبح. حاضرین؟ یک دو سه. پیشی جونم چه بازی گوشی، خوب میدونم دشمن موشی، تا موش میبینی تیز میشه گوشات، اونو میگیری لای دندونات. وقت لالاس بیا لالا کن، خسته شدیم کمتر صدا کن، لا 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 کن، لا 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 کن. بارون میاد من خیس آبم، خور خور نکن بذار بخوابم. پیشی جونم چه بازی گوشی، خوب میدونم دشمن موشی، تا موش میبینی تیز میشه گوشات، اونو میگیری لای دندونات. وقت لالاس بیا لالا کن، خسته شدیم کمتر صدا کن، لا 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 کن، لا 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 کن. آخ فکر کنم پیشی خوابید دیگه، بذاریم پیشی رو بذارم سر جاش، بیایم با هم ادامه برنامه رو انجام بدیم. یه دقیقه صبر کنیم. خب من الان از بیرون میام، هم رفتم پروانه رو بردم تو باغ، هم پیشی رو بردم خونه صاحبش. همونطوری که بهتون گفتم پیشی مال من نیست، پیشی مال همسایه است. بعضی حیوانا هستن که آدما با خودشون میارن و تو خونه باهاشون زندگی میکنن. پیشی هم یکی از اون حیواناست. به این جور حیوانا چی میگن؟ حیوان خانگی یا پت. حیوانای خانگی میتونن پیشی باشن، میتونن هاپو باشن، میتونن ماهی باشن و خیلی حیوانای دیگه. این حیوانا معمولا انقدر شیرین و بامزن، انقدر کارهای خنده دار میکنن که محاله که ما عاشقشون نشیم. قصه هم که امروز میخوایم با هم دیگه بخونیم، قصه هست که راجب حیوانات خونگیه. بذارین من کیف کوله پشتیمو بیارم و کتاب رو از توش پیدا کنم. این کوله پشتی منه. This is my backpack. کتابی که میخوام امروز براتون بخونم توی کوله پشتیمه. کتابی که قراره با هم بخونیم اسمش چیزی نیست جز فرانکلین یک حیوان خانگی میخواهد. اسم قصه امروز فرانکلین یک حیوان خانگی میخواهد. نویسنده این داستان خانم پاولت برگویس و تاثیرگرش خانم برندا کلارک هستن.
این کتاب رو خانم شهره هاشمی ترجمه کردن. کتاب محصول انتشارات پیک دبیران هست. فرانکلین میتونه با انگشتاش اعداد رو بشموره و بند کفشش رو ببنده. اون میتونه به تنهایی تو لاک کوچیک و تاریکش بخوابه. حتی یه دوست خوب به اسم خرس هم داره. ولی فرانکلین چیز دیگه‌ای میخواد. دوست داره یک حیوان خونگی داشته باشه. فرانکلین از وقتی که کوچیک بود دلش میخواست که یه حیوان خونگی داشته باشه. ولی هر وقت از پدر و مادرش میپرسید که میتونم یه حیوان خونه نگه دارم، پدر و مادرش میگفتن شاید یه روز بتونیم. فرانکلین سالها منتظر شد. گاهی فکر میکرد که یه حیوان خونگی داره. اون سام سگ پنبهیش رو برای پیاده روی بیرون میبرد. تو خیالش سام با شیطنت این طرف و اون طرف میدوید. حتی به اون کمک میکرد تا استخونهای رو که خودش پنهان کرده بود از زیر خاک بیرون بیاره. ولی سام یه سگ واقعی نبود. یک روز دوباره از پدر و مادرش پرسید میتونم با اجازه شما یه حیوان تو خونه نگه دارم؟ پدر و مادر به یک دیگر نگاه کردن. گفتن باید در این باره فکر کنیم. اول از اینکه جواب منفی نگرفته بود خوشحال شد. ولی بعد که یادش اومد پدر و مادرش عادت دارن برای هر چیزی مدت‌ها فکر کنن، ناراحت شد. اون روز فرانکلین به دیدن خرس رفت و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. خرس گفت اگه قرار باشه یه حیوان داشته باشن قناری میخرم. چرا قناری؟ برای اینکه آواز میخونه و صدای قشنگی داره. فرانکلین گفت راست میگی، ولی ممکنه با صدای آوازش نتونم بخوابم و مجبورشم که صبح زود بیدار بشم. فرانکلین روز بعد قبل از پدر و مادرش بیدار شد. اونا رو بیدار کرد و پرسید فکر کردین؟ مادر گفت نه کاملا، ما باید مطمئن بشیم که تو میتونی از یه حیوان نگهداری کنی. فرانکلین سرش رو تکون داد و گفت بله میتونم. پدر پرسید میتونی به یه حیوان غذا بدی؟ فرانکلین دوباره سرش رو تکون داد و گفت بله. فکر الان وقت خوبیه که با اصرار اونا رو مجبور به این کار کنه. ولی میدونست که این کار درستی نیست. فرانکلین به دیدن سگ آبی رفت و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. سگ آبی گفت اگه قرار باشه یه حیوان داشته باشم یه گربه میخرم. چرا گربه؟ برای اینکه موقع بازی صدای قشنگی از خودشون در میارن. فرانکلین گفت راست میگی، گربه حیوان قشنگی، ولی خیلی بازی گوشی میکنه و تو باید همیشه دنبالش بگردی. روز بعد دوباره از پدر و مادرش پرسید آیا فکر کردین؟ اونا گفتن نه هنوز. فرانکلین گفت لطفاً عجله کنین. پدر آهی کشید و گفت فرانکلین این یه تصمیم بزرگه. برای خریدن یه حیوان پول زیادی لازمه. فرانکلین گفت اگه اجازه بدین بولکم رو میشکنم. امیدوارم که به اندازه کافی پول داشته باشن. فرانکلین بولکش رو شکست رو پولاش رو در آورد. بعد به دیدن دوستش قاز رفت و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد. قاز گفت اگه قرار باشه یه حیوان داشته باشم یه خرگوش میخرم. چرا خرگوش؟ چون بدن خرگوش از کرک نرم و قشنگی پوشیده شده. فرانکلین گفت راست میگی، خیلی نرمه، ولی میترسم کرکش تو بینیم بره و دائم عطسه کنن. بعد از 3 روز فرانکلین که دیگه از انتظار خسته شده بود نقشه کشید. اون سام رو سر میز صبحونه آورد و گفت من مدت هاست که از سام نگهداری میکنم، پس میتونم از یه حیوان هم نگهداری کنم. میتونم بهش غذا بدم، میتونم محل زندگیش رو تمیز کنم و هر زمان که بیمار شد میتونم اونو پیش دامپزشک ببرم. پدر و مادر فرانکلین خندیدن و گفتن مثل اینکه تو هم خیلی در این باره فکر کردی. فرانکلین گفت پس حالا میتونم یه حیوان داشته باشم؟ پدر و مادر تو گوش هم چیزی گفتن. بعد با هم گفتن بله. فرانکلین گفت خدای من متشکرم.
دوست داشت همون لحظه برن و حیوانی که دوست داره رو بخرن. پدر گفت فردا میریم و یه سگ کوچولو برات میخریم. فرانکلین گفت نه متشکرم، من سگ نمیخوام. پدر و مادر تعجب کردن. فرانکلین گفت سگ حیوان قشنگیه ولی من یه حیوان آروم میخوام. مادر گفت شاید دوست داری یه گربه داشته باشیم. فرانکلین گفت نه متشکرم، گربه خیلی نازن ولی اونقدر شیطونن که باید همیشه دنبالشون بگردی و من دوست دارم که حیوانم از کنارم دور نشه. پدر گفت چیزی که تو میخوای یه جونده کوچیکه. فرانکلین سرش رو تکون داد و گفت نه متشکرم. مادر پرسید یه خرگوش؟ نه نه متشکرم. پدر و مادر یه صدا گفتن پس چه جور حیوانی میخوای؟ فرانکلین خندید و گفت فردا متوجه میشیم. بچه به نظر شما فرانکلین چه حیوانی دلش میخواست؟ تو مغازه فروش حیوانات خانگی فرانکلین به یه ماهی اشاره کرد و گفت من یک ماهی طلایی میخوام. پدر و مادر گفتن یه ماهی طلایی؟ چرا؟ ماهی که نمیتونه با تو بازی کنه. بعد فرانکلین گفت از دیدن ماهی که به آرومی توی تنگ بلور شنا میکنه لذت میبره. از دیدن رنگای گوناگون اونا خوشش میاد و با دیدن اونا از اینکه تو خشکی زندگی میکنه خدا رو شکر میکنه. ادامه داد زندگی تو خشکی به اون آرامش و امنیت میده. و در آخر گفت میدونین من از ماهی طلایی خوشم میاد. پدر و مادر فرانکلین گفتن این دلیل از همه قابل قبول تره. فرانکلین اسم ماهیش رو طلایی گذاشت و همونطور که قول داده بود از اون به خوبی مراقبت میکرد. هر روز صبح فرانکلین کنار تنگ بلور میشست و شنا کردن طلایی رو تماشا میکرد و هر شب قبل از خواب بوسه برای اون میفرستاد و آهسته میگفت دوست دارم طلایی. به من بگیم ببینم قصه امروز رو دوست داشتین؟ بله یا نه خیر؟ الان وقت اینه که یکی از شعرهای کتاب بازی با انگشت‌ها رو با همدیگه بخونیم. شاعر این کتاب آقای مصطفی رحمان دوست و تصویرگر کتاب خانم حاله لادن هستن. کتاب محصول انتشارات قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستش. اگه شما میتونین انگشتاتون رو بیارین بالا، سعی کنین از هم تا جایی که میتونین فاصله شون بدین و با من بیاین بشمریم ببینیم چند تا انگشت داره هر دستیمون. 1 2 3 4 5. یه بار دیگه امتحان کنیم. 1 2 3 4 5. این انگشتی که از همه توپل‌تره اسمش شسته. بیاییم با هم شعر رو شروع کنیم. لیلی لیلی حوزک، سوسکه اومد آب بخوره افتاد تو حوزک. اولی گفت داد و هوار. دومی گفت نردبون و تناب بیار. سومی گفت من درازم تناب و نردبونم. چهارمی گفت من میشینم براش دعا میخونم. انگشت شخص خندید و گفت سوسکی خانوم پر داره، بچه و شوهر داره، پر میزنه از توی آب در میاد، نداد کنیم نبیدار. پر و پر و پر سوسکه پری رفت و به خونش رسیم. حالا اگه گفتین وقت چیه؟ وقت خدافزیه. اما ما میدونیم که دوباره همدیگر رو خواهیم دید. پس شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش تکون میدیم دستامونو
میگیم خدا نگهدار، شاد میشیم و خوشحال و شاد و سرخوش، تکون میدیم دستامون رو میگیم خدا نگهدار، میگیم خدا نگهدار، خدا نگهدار بچه ها.